آقای دکتر داوری، شهرزاد میرغلی خان یک مصداق از چیزهایی که آقای دکتر سرافراز باعث شد که استعفا بدن. آقای دکتر سعید کاردار هم که الان افتادین دنبالش تو شهرزاد داره کار میکنه، حالا پرونده سازی کنین و براش و فلان و بیساره، اینا ایشون هم هستن. مزایده سازمان که میخواستن این کارها رو بکنن و سازمان رو به درآمدزایی بندازن و آقای طائب و آقا مجتبی سد راهشون شدن و علی عسکری رو که حامی فسادهای مالی بود گذاشتن جای ایشون، شاهدش هستن. آقای دکتر سرافراز آش رو با جاش به خاطر شهرزاد میرغلی خان تحویل مقام معظم رهبری نداد. تنها فرق آقای دکتر سرافراز با کل آقایونی که تو نظام جمهوری اسلامی ایران دیدم میدونین چیه؟ مرده. نمیدونست. وقتی فهمید پای حق وایساد. فرقش اینه که ایشون هم سیاست مدارن، ولی دنبال میز و قدرت و پول و مان و ملال نیستند. که مثل خیلی ها. خیلی ها که الان سکوت کردن یه دقیقه میپرن آقای طائب رو میزنن، بعد میبینن که نه آقای مجتبی از اون پشت میاد یه نازی سرشون میکشه، آقا بیاین الان روحانی رو بنزیم بیرون، تو بیا حمایتت میکنیم و فلان و بیساره، اینا رئیس جمهور شو. آقای دکتر سرافراز دنبال این چیزا نبوده. به این دلیل ایشون آش رو با جاش تحویل دادن. وقتی من اومدم عمان اخراجم کردن، آقای طائب و مجتبی تهمت جاسوسی به من زدن. یعنی چی؟ چه کرده بودم که جاسوس باشم؟ حقایق رو زمان زندان نوشته بودم و شاهد حمایت‌های پشت پرده‌شون از آقای محمود سیف، محسن ساجدینیا و مهدادی بودم. ماشین تخریب رو راه انداختن؟ هیچ. من وقتی اومدم اینجا خود آقایون خبر کذب رفتن فرار کرده که همونجا جوابشونو دادم. چند ماه بعدش هم که آقای دکتر سرافراز دیگه نامه ها نوشتن برای رهبر، موارد و توضیح دادن، رهبری هم خیلی شیک و مجلسی دست نوازش بر سر آقا مجتبی کشیدند و گفتن امثال سرافراز را نمیخواهیم. ساختار شکنن، تغییرات نمیخواهیم. چرا باید کسی بفهمه که ما داریم چه میکنیم؟ توسعه این شیعه خودمون مهمه. امساز سرافرازها رو قلقم کنید. اومدیم اینجا دفتری زدیم، همه چی تموم نشد که، شرکتی زدیم افتادیم توی کار بیزنس گردشگری. با آقای سالم چیگلنامی آشنا شدیم که اون زمانی که بنده داشتم پرونده های اون آی پی تی وی رو پیگیری بکردم، تو یک سفر از عمان شرکت گالف مسقط که آقای بهرامی نامی و آقای سالم چیگلنامی درش سهامدار بودن رو کشف کرده بودم، که شرکتی بودند که کامپیوترهای دپو شده پنتیوم 4 رو به نام دپو خریده بودند از یک کشوری در پولند، که حالا بعدها اونها هم اینجا دیگه مدارک و اسنادش از باکی کار کردن و اینا، برای اون پروژه آی پی تی وی فرستاده بودند به ایران. اینجا ما وقتی شروع به کار کردیم با آقای دکتر گفتم آقای دکتر شما که خب این همه تجربه دارین، بیاین یه شبکه تلویزیونی توریستی تو عمان راه بندازیم، اصلا از سیاست و همه چی هم به دور، خدا جای حقه، ولشون کنیم. با آقای دکتر سرافراز شروع کردیم کار تولید کانتنت. سفر اول بچه های پرستیوی رو آوردیم اینجا، ضبط برنامه کردن، بیچاره ها برگشتن ایران، الان اونجا هستند. حراست بردشون، یه سری رو اخراج کردن، یه سری رو تعهد گرفتن با من در تماس نباشن. اینجور کارا رو کردن، جلوی کار ما رو سد راه کرد. آقای سالم چیگل اینجا تشریف آوردن، طبقه سوم ساختمون دفتر بندم دفتر ایشون بود. یک سالی که من اینجا بودم، حالا بعد از اینکه آقای گلپور اومد رفت، یعنی ول نکردید منو، گلپور اومد رفت، کردینش زندان،
چی گلی که برای سازمان تأمین اجتماعی کار میکرد مثلا و بنیاد مستضعفان تو کار سیمان بود برای فروش سیمان به یمن، که حالا اون گندلو آباش هم اینجا همه میدونن. آقای سالم چی گل تشریف آوردن و یه روز با یه آقایی به نام آقای کیوان، کت شلوار کروات ریش و سیبیل ستیقه تراشیده، اومدن و گفتن که آره این آقای کیوان یه خود از شوهر محمود سیف از شوهر سابقت بگو. گفتم ببینیم اون که برای من تموم شده است، من الان نشستم سر زندگیم و کاری ندارم، نشستم این گوشه ماستم و میخورم و ال بود و بل بود و فلان و بیسار و اینا، اون طایبم خودش میدونه که تکون بخوره من تکونش میدم، بهتر دورو بر من نپلک. این آقای کیوان سه مرتبه تشریف آوردن دفتر من. دفعه سوم اطلاع دادن که آقای دکتر چیگل مجد آوردن دفتر من که محمود سیف دستگیر شد. گفتم به امید خدا، به حال قوه الهی، کار 13000 میلیارد اختلاس. گفتم شماها رو کی میبرن؟ شماها ماشاءالله هزار ماشاءالله کم اختلاس نکردین. گفت نه آره این که دیگه تموم شد و اینا، بیا من میخوام بیزنس کنم، یک شیخی در عراق عاشق و خاطرخواه تو شده، بیا دعوتت کرده منزل این آقا تو عراق. گفتم برو بچه، من پامو از عمان بیرون نمیذارم، خودتونی با این چیزا سر منو زیر آب نمیتونیم بکنیم. چند وقت بعد دوباره آقای سالم چیگل تشریف آوردن، فرمودند که این آقای طارق بن لادن، برادر اسامه بن لادن که تو کار ساختمون سازیه در مراکشه، عکس تو دیده عاشق و خاطر خواه شده، دعوتت کرده با هواپیمای شخصی بری مراکش باهات ازدواج کنه. بهش گفتم بچه پسرم، من که چلاق نیستم، من اگه بخوام ازدواج کنم تو سر هاپوکماره بزنی واسم ریخته، نیازی به این دلالی های شما برای ازدواج ندارم. آقای سالم چیگون ماشالله رضا ماشالله دیگه ول نکردم، تا جایی که من دیگه دفترم و دوربین گذاشتم، در دفترم و قفل گذاشتم، قفل الکترونیک گذاشتم که فقط با صورت آیدی صورت فقط در باز میشه که بتونم این آقای چیگل رو حذفش کنم. نشستیم سر کارمون، شاهد حاج آقایون و حاج آقایون کراواتی و اینا بودیم و دفاتری که توسط ایرانی ها اینجا باز می شد و فقط دیدیم که یه مقدار تغییر روش انگار ایجاد شده، به جای این که دیگه شرکت ها به نام ایرانی ها ثبت بشه، به نام این عمانی های حالا دو دسته، یا یه سری که خیلی ضعیفن و پول ندیدن به نام اونها شرکت دارن ثبت میکنن، یا اینکه نه یه سری افراد مثل آقای سالم چیگل ارتباطات زدن و با پول حالا دارن فعالیت‌های تجاری خودشون انجام میدن. ما گفتیم برو خودمون نمیاریم، به ما چه ربطی داره، داریم کارمونو میکنیم. ما رفتیم یه نرم افزار خریدیم برای گردشگری، با حضور وزیر گردشگری اینجا لانچش کردیم. یهویی تاریخی که ما مراسم لانچ این نرم افزار رو داشتیم با تاریخی که دولت آمریکا روز نشنال دیش رو داشت یه جا شد. در اون مراسم هم ما تمام سفرا رو دعوت کرده بودیم که با دعوتناممون یک نسخه از کتابمونم براشون فرستاده بودیم که آقا این شینتورز متعلق به این شهرزاد میرغولی خانیه که یه همچین سابقه‌ای داره، یه همچین زندگی داشته، اگه میخواین با ما کار باشین تورز کار کنین، دو روز دیگه نیاین بگین آی 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 آی, آی ما قرارداد رو باید فسخ کنیم چون تو 5 سال زندان بودی، ال بوده بل بوده. در اون مراسم ما که آقای سفیر جناب آقای شاهرودی در خدمتشون بودیم، تشریف آوردن، ویدیوش هم روی یوتیوب هست، 7-8 تا از سفرا بیشتر تشریف نیوردن و بقیه چند تا سفارتخونه دیگه نائب سفیر رو فرستادن در مراسم ما. فوق العاده مراسم موفقی بود. فردا صبحش از بانک‌های عمان یه ایمیل گرفتیم که خب خانم ما به شما پیمنت گیتوی نمیدیم. هی افتادیم دنبالش که آقا ما نرم افزار آنلاین آوردیم برای فروش، چرا به من پیمنت گیتوی نمیدین؟ خوردیم به موضوعات آقای ترامپ، سانکشن‌هایی که گذاشته بودن از توی برجام کشیدن بیرون. گفتیم ای خدا، اون زمانی که برجام شد که ما دیدیم پشت پرده ها رو. بعد از موفقیت برجام هم که
خیلی چیزها رو فهمیدیم که با چمدون چه پولهایی تحویل آقای روحانی شد. از اون برم که آقای روحانی پولا رو که تو مملکت نریختی چی ماشاءالله هزار ماشاءالله در کشورهای دیگر سازندگی رو شروع کردن. این که برجام، ملت که رفتن به فنا رفتن با برجام، هیچ اتفاقی برای مردم نیفتاد، به نام ملت به کام دولت. از این ور من به عنوان یک زن، یک مادر، یک بیزنس وومن بخش خصوصی با سرمایه بسیار اندک، آقا من ندارم، من از کجام قراره بیارم که میلیون میلیونی برم این ور اون ور سرمایه گذاری بکنم؟ ده هزارش هم نمیتونم. ما نمیتونیم پیمنت گیت وی بگیریم در بانک ها. با هزار بدبختی هرچی اینجا گفتیم گفتن ایرانی نمیشه. گفتیم بسیار خوب، رفتیم از اروپا اسپانیا، خواستیم اونجا شرکت ثبت کنیم، پول وکیل دادیم، شرکت اسم و همه چیش ثبت شد در اسپانیا، رسید به مرحله بانکی، وکیل برامون ایمیل زد که خب به خاطر اینکه ایرانی هستی تو هیچ بانکی برات حساب باز نمی‌کنم. گفتم پس ما چون ایرانی هستیم باید بریم بمیریم دیگه، کار که نمیشه بکنیم. اونورم که سیاسی چیز میذاره دیدیم باید همیشه سکوت کنیم، صدامون در نیاد که نزنن بکشن. این چه زندگیه، چه وضعیتیه؟ مجدداً اومدیم گفتیم خب حالا به طریق دستگاه پوز و اینجور کارا بیزنسمونو میچرخونیم. اومدیم دوباره یه بنده خدایی مسافر اومد با دستگاه پوز از کردیت کارتش یه مبلغی رو کشید، دوباره بانک عمان برای ما مبلغ رو فریز کرد، جریمه کرد، رفتیم افتادیم تو دعوا با بانک های عمان که آقا شما یه هندی بیاد به من بگه که شما چون ایرانی هستی به خاطر سانکشن های آمریکا نمیتونی کار کنی. ما هم دیدیم دیگه آقا چهار مرتبه این زندگی ما از صدقه سر آقای سیف و رؤسا به خاک سیاه نشسته، هی شروع کردیم هی دوباره خوردیم تو دیوار، هی شروع کردیم هی خوردیم تو دیوار، اینام که ول نمی کنن. در نتیجه گفتیم سکوتمان بس است، هر چی می کشیم از دست حکومت جمهوری اسلامی ایرانه، با بازی‌های سیاسیش با دولت آمریکا، هر دوشون آینه هم دیگن، و این وسط هم با تحریم و تمام این کارهایی که دارم میکنم، ما با این دو تا چشامون داریم میبینیم آقا روز به روز دلال‌های جمهوری اسلامی ایران پنچی پروارتر میشن، غارت از ایران بیشتر میشه، اتفاقات سیاسی که ماشاءالله جنگی و سیاسی هم که داریم میبینیم، حاج آقایون نظام هم که جنگ های نیابتی رو به کجا دارن میکشونن، آقا بس بسه. بس بسه. به آقای دکتر سرافراز هم گفتم من الان دیگه شرکت رو فریز میکنم، میشینم کتاب دومم رو تموم میکنم. چرا؟ تو کتاب دومم من اصلا هدفم این بود که وقتی که کتاب دومم تموم شد پابلیش کردم قیام کنم. نامرم برای آقای رهبر هی نوشته بودم که آقا بپا، آقا نکنید، چون ما بخش خصوصی میخوایم کار خودمونو بکنیم، زندگی خودمونو بکنیم، کاری به کار ما نداشته باشین، چوب لا چرخ ما نذارین، زندگی ما رو در اقصانوقات دنیا اینجوری به هم نریزونین، هزار ماشالله آواره و دربدرمون که کردین دیگه، بذاریم بشینیم زندگی کنیم. هیچ نرود میخواه آهنین بر سنگ. بله جناب آقای داوری، با آقای محمود احمدی نژاد یه مقدار صحبت کنین، با آقای روحانی هم یه صحبتی بکنین، ببینین این همه پولی که بعد از برجام اومد کجا رفت. پولا کو؟ ملت ایران بهشون چی رسید؟ منم جزء ملت ایران. ما می‌خواستیم کتابمون رو بنویسیم تموم شه، با آقای دکتر سرافراز گفتیم بی زحمت این مدارک زمان زندان من رو شما برای من زحمت بکشیم بیارین که من می‌خوام یه سری از این سندها رو تای کتابم مثل کتاب اولم
بذارم و بعد از اینکه کتابمو چاپ کردم دیگه قیام میکنم، چون الان دیگه فقط پوله، اصلا انسانیت هیچی نداره. آقا هر کی پول داره همه کار میتونه بکنه. شما اگه پول داشته باشی پادشاهی میکنی همه جای دنیا، پول که نداشته باشی هیچی، سرتو میبرم پخ پخ این ببعی. البته یه مدل دیگه هم هستش که پول نداشته باشی ملیجک دست آقایون قدرتمند بشی به یه چیزی میرسی، که ما اونجوری نبودیم و نیستیم. اگه میخواستیم باشیم آقای سیف خیلی پول دار بود، هر زن دیگه ای بود به نظر من ترجیح میداد که بریز و به پاش کنه و بیلیونی بیلیونی پاش خرج شه، بشینه همون زندگی رو کنه، به جای اینکه دره بگه آقا نمیخوام، خودم وای میستم رو پای خودم کار میکنم، اینجور پول حروما نمیذارم سر سفره بچه هم بیاد. آره آقای دکتر داوری، کتابه رو داشتیم مینوشتیم، آقای دکتر اوورد و گفتیم خیلی خوب اینم میذاریم، چون که میدونیم آقای طائب در پشت پرده در حال چه کارهایی هستند و قراره اتک کنند. یه ویدیو گذاشتیم رو فیسبوک، آقای یاشار خان اومد، ماشین تخریب طائب را افتاد و این شد که میگن وقتی آب طولون مورچه میریزی اینجوری میشه. پس دیگه لطفاً به من توییت ندین کارهایی که من میکنم به ضرر آقای دکتر سرافراز میشه. آقای دکتر سرافراز تو بخش بسیار گسترده این مواضع من با جناب رهبر که خودشون انتخاب کردن بر اساس نامه‌ای که براشون فرستاده بودن، آقای مجتبی و آقای طائب و پیروانشان که برای قدرت، برای رسیدن به قدرت چه نمی کنند و کثیفند، به نام ملت، به کام قدرت، ایشونو هی نچسبونین تو این قضايا. آقای دکتر سرافراز، آقای دکتر سرافراز، ایشون فقط بخشی از ماجراهای منو بودن و اون موقعی هم که ایشون آش رو با جاش تحویل دادن فقط به خاطر شهرزاد میرغلیخان نبود. اگر ایشون عین یک مرد وایسادن برای احیای احقاق حق من، چون مردن، چون خدا پیغمبر رو واقعا قبول دارن و به قیامت ایمان دارن، چون دنبال قدرت نیستن، نمیخوان رئیس جمهور شن، دنبال این چیزا نیستن، دنبال بازی‌های سیاسی نیستن دیگه، براشون مهم ایران و ملت ایرانه. دکتر احمدی‌نژاد شما از این مردانگی ها داشت؟ ایشون هم تو پرونده زمان زندان من بودند، چرا صداشون در نیامد؟ شما رفتید سراغ آقای دکتر سرافراز که باشون مصاحبه کنید، یا آقای دکتر سرافراز اومدن دنبال شما که باهاشون مصاحبه کنید؟ آقای دکتر داوری، با تمام احترامی که براتون قائلم، متاسفانه یادتون رفته که خدایی هست شاهد همه چی هست، و وقتی میگم من شاهدم انتخاب ایشون بوده. مشکلی دارید شکوایه بفرستید برای خدا که چرا قسمت و سرنوشت من اینجوری شد که این همه چیز میز در زندگیم ببینم. با اینجور کارها که حالا با ما مصاحبه کردین، بعد آقای رضا گلپور بیچاره توی زندان ازتون درخواست کرده بود که لایف برین، مصلحت نبود، نرفتین. چرا؟ یه پستم که از آقای مجتبی گذاشتین که اونم خیلی ضایع بود. آقای دکتر داوری، ممکنه ملت ایران فکر کنم از تو لپ لپ در اومدم عقبمو ندونن، ولی آقای احمدی نژاد، رهبر، مجتبی و طائب خیلی خوب عقبه منو میدونن و میدونن من کی هستم و چی هستم. در نتیجه با این ترفندها هر چی میخواییم بگیم به من بگیم. اگه یه مرد دیگم مثل آقای دکتر سرافراز در ایران پیدا کردی که نه تنها برای حق من، برای حق خیلی ها،
ایشون فساد مالی رو دید، برای احقاق حق ملت ایران اومد صحبت کرد. آقای دکتر سرافراز نیومد تو مصاحبهش صحبت کنه که بگه آی 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 آره آره فقط شهرزاد میرغلی خان. ایشون برای کل ملت صحبت کرد. حالا اینی که هدف شما از اون مصاحبه چی بود؟ برنامه ریزی و سناریویی که نوشته بودید چی بود؟ بعد حالا با این ویدیوهای من همه چی به هم ریخته، والا به خدا دیگه این مشکل من نیست. شما برید مشکل خودتون رو حل کنید. در نتیجه من آقای دکتر سرافراز رو دستاویز خودم نکردم که بخوام از پله آقای دکتر سرافراز برم بالا. اتفاقی افتاده که آقای دکتر سرافراز هم شاهد بخشی، فقط بخشی از اتفاقات زندگی من و بلاهایی که آقای مجتبی و طائب و سیف و مهردادی بر سر من آوردن بودند. لذا تا کتاب دومو بخونین یه مقدار سکوت اختیار کنید، شما به راه خودتون برین، منم به راه خودم. آقای رهبرم من بهشون مهلت داده بودم، خودشون خواستن. دوباره میگم آقای مصطفی رحمانی، سفرهای مختلفی که من دیدم، افراد مختلفی که من باشون آشنا شدم، باور بفرمایید من دنبالشون نرفتم. اتفاقی بود، سرنوشت بود. خداوند یه قلمی داره سرنوشت می نویسه، سرنوشت بود. امیدوارم که یه مقدار براتون شفاف سازی شده باشه، اصلا دیگه به بنده کاری نداشته باشید و بیچاره نام این دکتر سرافراز و اون وسط هی نکشین که بخواییم بترسونین. حالا شما الان با بعضی های دیگه تیم آب کردین، بخواییم گرو کشی کنین. دکتر جان من اهل گرو کشی نیستم، باج به بنی بشری هم نمیدم، چون این دوتا چشا خیلی چیزا دیده، دهنم وقتی وارز میشه هرچی رو میگه واسهش سند داره. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.